درود بر شما، آزیتا هستم، بار دیگه در خدمت شما هستم. میخوام ادامه ارزهای بنیادی رو با شما داشته باشم و راجع به چند تا ارز خوب با هم گفتگو داشته باشیم. اول از همه میخواستم در مورد چند تا ارز دیجیتالی که خیلی از عزیزان سوال کرده بودن یه گفتگویی داشته باشیم که به این ارزهای دیجیتال در زبان عامه بهشون میگیم شیت کوین یا ارزهایی که تقریبا زیاد بنیادی نیستن، پایه و اساسی ندارن یا به خاطر پشتیبانی یک شخص مهم یا استقبال عمومی یا یه شایعه از اینا حمایت میشه و در یک زمانی پامپ میشن، دامپ میشن و در موردشون شایعاتی هست، حالا یا بعضیش حقیقت داره یا نداره. خیلی ها پیام داده بودین، سوال کرده بودین، لطف کرده بودین و نظر من خواسته بودین در مورد شیت کوین ها مثل داج کوین یا مثل شیبا یا سیف مون یا ارزهای دیگه. ببینید عزیزان، اول از همه به شما توصیه میکنم ما در مورد این ویدیوهایی که میسازیم هیچ پیشنهاد خرید یا فروش نمیدیم، فقط صرفا جهت اطلاعات و آموزشه و در نهایت این شما عزیزان هستین که برای سرمایه‌تون تصمیم میگیرید. تمام هدف و قصد ما اینه که یک آموزشی داشته باشیم، یه تبادل اطلاعاتی داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم و تا جایی که ممکنه ریسک سرمایه شما رو بیاریم پایین و بیشتر سود کنیم. من خودم به هیچ عنوان با شیت کوین ها موافق نیستم، چون اگر شما مطالعه کنید و تحقیقات کنید میبینید خیلی از ارزهایی که سالهای قبل مثل همین شیت کوین ها وجود داشتن یا بهشون میگیم حالا میم کوین، یه مدتی استقبال عمومی خیلی خوبی از اینا شده ولی به مرور زمان به فراموشی سپرده شدن و از بین رفتن، اصلا الان وجود ندارن. امسال تقریبا چند ماه پیش داج کوین از حمایت آقای ایلان ماسک شروع شد و مردم خوبی، طبعا به خاطر که آقای ایلان ماسک شخص معروفی هست در دنیای اقتصاد و سرمایه و کمپانی تسلا، مردم هم حمایت کردن و بارها شاهد این بودیم که چجوری پامپ شد، رفت بالا، افزایش قیمت داشت و طبق معمول باز هم قیمتش ریخت، کاهش داشت و هر وقت آقای ایلان ماسک یه عکسی میذاشت یا یه خبری میداد یا یک اشاره بسیار کوچکی میکرد، مردم بلافاصله میرفتن خرید میکردن. خود داج کوین تو ویدیوهای اولی هم گفتیم بر اساس یک شوخی به وجود اومد و یک ارزیه که محدودیت تولید نداره. در حال حاضر جز ارزهای بی ارزش میم کوینه یا شیت کوینه، همینطوری ارز شیبا یا ارزهای دیگه. به این دلیل من خودم هیچ وقت روی این ارزها سرمایه نمیذارم، سرمایه گذاری نمی کنم، به کسی هم توصیه نمی کنم، چون ریسکش بالاست. ارزهای دیگه هم ریسک داره، همینطور حتی بیت کوین هم ریسک داره، ولی ما وقتی که میگیم این داج کوین ریسکش بالاست، یعنی اینکه بیشتر در معرض خطر هستید. حالا ممکنه یه دفعه انقدر رشد کنه که شما واقعا سود بسیار خوبی ببرید یا ممکنه که ریزش داشته باشه و پولتون از دست بدید. به این دلیل من توصیه نمی کنم، ولی خیلی دوست دارن که قمار کنن یا ریسک کنن یا تجربه کنن. میشه توصیه‌ای که کرد به این عزیزان بگیم که اگر خیلی دوست دارین که واقعا شانستون رو امتحان کنین، در حد 5% سرمایه‌تون رو میتونید روی این ارزها بذارید که اگر رفت بالا خوب سود میکنید، اگرم از دست دادید در حد 5% ضربه بزرگی نمیخورید. پس این نظر شخصی منه، نه توصیه میکنم بخرین، نه توصیه میکنم بفروشین، هولد کنین، هیچی. فقط چون خیلی سوال در این مورد داشتیم گفتم که اول جلسه رو با شما در این مورد صحبت کنم. امیدوارم که به جوابتون رسیده باشید. حالا ادامه میدیم در مورد ارزهای بنیادی. ما انقدر توی این دنیای رمز ارزها ارزهای خوبی داریم که پایه و اساس خوبی دارن، بنیاد خوبی دارن و اگر روی اینا سرمایه گذاری کنیم در آینده برای بلند مدت میتونیم حداقل با خیال راحت باشیم که سرمایه‌مون
چند برابر میشه. پس چرا وقتی که من میدونم چند تا ارزی هست که ریسکش کمه، ببینید باز نمیگم 100% من امسال این ارز رو میخرم سال دیگه مثلا پول من میشه 5 برابر، ما هیچ وقت نمیتونیم در مورد هیچ داکی سهامی یا ارزی حرف رو بزنیم، چون همه چی ربط داره به دنیا، به اقتصاد، به مسائل سیاسی، مثل امسال که دیدیم خب بیماری کرونا اومد چقدر تحت تاثیر قرار داد. پس داریم در مورد ریسک کم و ریسک‌های بیشتر صحبت می‌کنیم. در مورد ارزهایی که به شما معرفی می‌کنیم، بعضی از عزیزان سوال کرده بودن که چه مبنایی داریم اینا رو میگیم. خب ما هر ارزی رو معرفی می‌کنیم، چند تا نکته مثبتی که در این ارز هست رو به شما میگیم و دلیلی که این ارز رو انتخاب کردیم میگیم به این دلیله، به خاطر این پروژه، این کاربرد، این امتیاز یا فاندرش یا بنیانگذارش یا هدفی که در آینده داره و دلیلی که انتخاب می‌کنیم به این دلیله. حالا اگه ارزهایی هم مثل حتی این میم کوین ها، شت کوین ها بیان و پروژهشون رو آپگرید کنن، قوی کنن یا بنیانگذاراشون بیان برنامه‌های براشون بسازه، ممکنه اونها هم در آینده این شانس رو داشته باشن. ولی وقتی امروز داریم با شما صحبت می‌کنیم راجع به برنامه‌هایی که امروز در پیش رو هست حرف میزنیم، نمیتونیم از اگر و اما سرمایه شما عزیزان رو به خطر بندازیم. به این دلیله که میریم سراغ ارزهایی که تا امروز ثابت کردن چه اهدافی دارن و دلیل هامون هم برای شما میگیم. امروز من میخوام از ارز پولکادات با شما عزیزان صحبت کنم. پولکادات نسل سوم ارزهای دیجیتال با علامت اختصاری DOT. این ارز یک ارز بسیار بنیادی، آینده دار و ارز خوبیه. الان دلایل اینم که چرا این ارز رو میخوام خدمت شما معرفی کنم بهتون میگم. در مورد این پولکادات نکته مهمش اینه که فاندر این ارز، آقایی که فاندر این ارز هست قبلا هم در اتریوم بوده. خیلی از ارزها مثل ریپل که قبلا گفتیم یا مثل ارز استلار یا ارزهای دیگه قبلا اینا بنیانگذاراشون با هم بودن یا تو پروژه های دیگه بودن، حالا بنابر دلایلی مشکلاتی که پیش اومده اومدن سوا شدن و خودشون رفتن پروژه خودشون رو برگزار کردن و پیش بردن. در مورد پولکادات هم همینطوری، آقایی که فاندرش هست قبلا تو بنیانگذار اتریوم کار میکرده، حالا بنا به دلایلی اومده و سراغ پولکادات. پولکادات یک شعار خیلی زیبا داره، یک شعار بسیار پرمعنی و بسیار مفیدی داره. میگه ما اومدیم انحصار و مسائل رو از دست اشخاصی که مخصوصا یه اشخاص به طور خاص در بیاریم و بدیم به مردم. در واقع همون غیر متمرکز بودن. اگر ویدیوهای اول رو دیده باشین، یکی از نکات مثبت این رمز ارزها غیر متمرکز بودنشون بود. یعنی ما گفتیم تو سیستم بانکداری سنتی ما شخص ثالث داریم و یک نفره که داره نظارت میکنه، یک شخص، یک سازمان. ولی قرار شد این بیت کوین که اومد یا این رمز ارزها، میخواستن این شخصای سوم رو بردارن، این قدرت رو بردارن و خود مردم، قدرت بیاد دست مردم با شفافیت. خب این پولکادات اومد گفت چی؟ گفت شعار داد، گفتش که من میخواهم این انحصار اینترنت رو از اشخاص یا کمپانیا بگیرم بدم به مردم. پولکادات میخواد اینترنت رو از دست صاحبان قدرت، کمپانیا بگیره بده به مردم. صاحبان قدرت و کمپانیا چه اشخاصی هستن؟ گوگل، آمازون، توییتر، فیسبوک. میخواد از اینا انحصار اینترنت رو در دستان خودشون گرفتن. به این دلیل پولکادات میخواد از دست اینا بگیره و بده به دست مردم عادی و غیر متمرکزش کنه. با این شعار شروع کرد در دنیای بلاکچین ها، در دنیای رمز ارزها. اومد
شخص ثالث رو حذفش کنه. نسل سوم، ببینید هر نسلی که به وجود اومد یه هدفی داشت. نسل اول که بیت کوین بود، نسل دوم که اتریوم بود، در ویدیوهای قبلی گفتیم، نمیخوام تکرار کنم. نسل سوم خب نمیتونه مثل نسل اول و دوم باشه، پس باید یک حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه، یه پروژه جدید، یک هدف جدید تا مردم ازش استقبال کنن. اومد چیکار کرد؟ اومد گفتش که این انزوایی که بلاکچین ها دارن، به تنهایی دارن کار میکنن، من میخوام این انزوا رو تمامش کنم و همه اینا رو به هم وصل کنم، با هم دیگه ارتباط بدم. با این هدف پولکادات شروع کرد به کار، یا نسل سوم رمزارز ها شروع کردن به کار و همه رو با هم متحد کردن. ببینید یه مثال براتون بزنم. مثلا شما یه پروژه دارین میخواین انجامش بدین، یه نفر میاد مثلا ارزیابی میکنه که خب چقدر این پروژه هزینه داره، یکی میاد ارزیابی میکنه مشکلاتشو، یکی میاد ارزیابی میکنه مواد اولیه‌شو، یکی میاد طراحیشو انجام میده. بلاکچین های مختلف، شما فکر کنید هر کدوم از این سازمان ها هستن دارن این کارا رو انجام میدن. حالا مگه قرار نیست اینا با هم ارتباط پیدا کنن تا یک پروژه رو بسازن؟ نمیشد. تا قبل از نسل سوم همچین چیزی نمیشد. ما در نسل اول خب برای خرید و فروش بود، در نسل دوم که اتریوم بود مال قراردادهای هوشمند بود، نسل سوم اومد پولکادات اومد نقش یک مادر رو بازی کرد، نقش یک پلتفرمی رو بازی کرد که تمام این پروژه ها بتونن با هم دیگه متصل باشن و در کنار هم دیگه یک پروژه رو با هم وصل کنن و پیش ببرن. یعنی یک کار بسیار بزرگی کرد. یعنی اومد مشکلاتی که اشخاصی که میخواستن با این بلاکچین ها کار کنن، ولی به علت اینکه هر کسی به تنهایی این بلاکچین داشت کار رو پیش میبرد، نمیشد یک کاری رو، یه پروژه رو انجام بدن. پولکادات اومد اینو تمومش کرد و تونست که این اطلاعات رو به هم وصل کنه. این دلیلی که ما به شما میگیم پولکادات یک ارز بنیادیه، تا امروز خیلی خوب پیش رفته، همکاری های بسیار خوبی با بلاکچین های دیگه داشته و تونسته یک اکوسیستم بسیار قوی داشته باشه. جزء ارزهایی هست که این شانس رو داره در آینده بسیار رشد کنه و حرفی برای گفتن داره. این پیشنهاد ارز پولکادات برای شما عزیزان که روش تحقیق کنید، مطالعه کنید و بتونید اگر که مایل بودید قسمتی از سرمایه‌تون رو با اختیار خودتون، تصمیم خودتون برای این ارز بنیادی بذارید. آماده باشین میریم سراغ ارز بعدی. ارز بعدی که من امشب میخوام برای شما ازش صحبت کنم، یه ارزی که خود من بهش علاقه دارم. خود من این ارز رو به خاطر اهدافی که داره بهش خیلی علاقه‌مند شدم، توجه نشون دادم و فکر میکنم در آینده شانس خوبی داشته باشه. ارز سولانا با علامت اختصاری SOL. این ارز ارزیه که اگر شما برید راجبش تحقیق کنید، اطلاعاتی رو که در موردش پیدا میکنید، شاید یه جورایی متوجه بشید قیمتی که امروز داره بیشتر شبیه شاید یک جوک باشه، چون انقدر اهداف بزرگی داره و در کوتاه مدت تونسته همکاری‌های بسیار بالایی با پروژه‌های دیگه داشته باشه که نشونه اینه که این ارز میتونه آینده خوبی داشته باشه، مگر اینکه اتریوم بتونه مشکلاتش رو برطرف کنه. چرا حالا گفتم اتریوم؟ چون به سولانا ما میگیم که قاتل اتریوم. سولانا ارزیه که چند تا نکته مثبت داره، ولی در اتریوم برعکس اونا میشه مشکلاتش. توی اتریوم یکی از بزرگترین مشکلاتی که داره هزینه گسشه یا هزینه کارمزدشه. شما میخواید نقل و انتقالات رو انجام بدیم، بعد یک کارمزد بسیار بالایی بدیم، این بزرگترین مشکلشه. خب یکی از دلایلی که ما اومدیم تو دنیای رمزارزها برای اینکه با سرعت زیاد بدون شخص سوم و بتونیم خیلی راحت
این ارزها رو با پول کمتری انتقال بدیم. اگر قرار باشه ما برای یه ارزی که میخوایم انتقال بدیم یه مبلغ بالای کارمزد زیادی بدیم که خب باز برامون میشه زر. سولانا اومده اینو برطرفش کرده، اومده با یک زیرساخت بسیار جالب و قدرتمند تو دنیای بلاکچین اومده این اشکالات اتریوم رو در خودش حل کرده و حتی زمانی که بیشترین ریزه شما در بازار شاهدیم بعضی وقتا سولانا افزایش هم داره یا در میان بقیه ارزها کمترین ریزش رو داره، شاید دلیلش همین پروژه قدرتمندش باشه. افرادی که توی این ارز سولانا فاندرش بودن و فعالیت داشتن افرادی هستن که قبلا با کمپانی‌های بسیار بزرگ مثل اینتل، اپل و گوگل همکاری داشتن. حالا همون افراد اومدن با هم همکاری میکنن و در ارز سولانا برای اهدافش دارن فعالیت میکنن. پس تجربه های خودشون رو از اون دنیای اینترنت و از دنیای گوگل و اپل با خودشون رو آوردن در رمز ارز سولانا که این یکی از دلایل موفقیتشون بود، چون با مدیریت و تجربه بالایی اومدن. ارز سولانا اومده زمان رو ثبت کرد. ما قبلا تو بلاکچین های دیگه ثبت زمان نداشتیم، چون زمان ثبت نمیشد باعث میشد که کارمزد بره بالا. چرا؟ چون به زبان ساده بگم، چون زمانی وجود نداشت کسی نمیتونست برنامه ریزی کنه در این بلاکچین ها. افرادی که صاحب این سهم ها بودن ممکن بود که یه کاری رو که یه شخص دیگه ای کردیم این شخص هم انجام بده، یعنی ائتلاف وقت و انرژی. من سعی میکنم خیلی راحت توضیح بدم، سعی میکنم از کلمات حرفه‌ای استفاده نکنم، بتونم به زبان ساده برای شما توضیح بدم. به این دلیل همیشه ما توی ارزهای دیگه ائتلاف وقت و انرژی داشتیم. چرا؟ چون ساعت نداشتن. ولی بلاکچین سولانا اومد با تشکیل هر بلاکی که انجام میشد ساخته میشد، یعنی یک تیک ساعت اضافه میشد و ثبت میشد. و حالا افرادی که شروع کرده بودن به کار کردن توی دنیای بلاکچین میتونستن با برنامه ریزی به دلیل سولانا با برنامه ریزی از ائتلاف وقتشون جلوگیری کنن. پس این کاربرد، این در واقع بازدهی بالا میرفت. این دلیلی بود که کمپانی‌های بزرگ یا اشخاص بزرگ یا پروژه‌های بزرگ بلا فاصله از این هدف سولانا خوششون اومد و شروع کردن به همکاری با تیم سولانا. یک ساعت عمومی آماده کرد که از ائتلاف انرژی جلوگیری کنه. خب حالا چند تا دلیل خوبم، نکته خوبم داره که من دونه دونه اینا رو با شما مرور میکنم تا باز بدونید که غیر از این که حالا زمان رو ثبت میکنه و هدف اصلیش بوده چه نکات مثبت دیگه هم داره. نکنه فقط زمان رو ثبت میکنه ولی من باید کارمزد بالا بدم یا مشکلات دیگه ای داره. پس با شما دلایل دیگه‌ش هم مرور میکنم تا متوجه بشین که چرا داریم به شما معرفیش میکنیم و میگیم که یه توجهی بهش داشته باشید. این ارز سولانا یه ارز بسیار ارزان و غیر متمرکزه. این اولین نکته مثبتشه. ما از اول شروع کردیم وارد دنیای رمز ارزها شدن به خاطر غیر متمرکز بودنشون. خب سولانا این غیر متمرکز بودن و این ارزان بودن رو به ما میده. اگر یه مبلغی رو شما در اتریوم بخواید جابجا کنین و همون مبلغ رو بیاین توی سولانا جابجا کنید، میبینید خیلی تفاوت داره، خیلی، یعنی اینقدر تفاوتش بالاست در کارمزدش که تاثیر بسیار زیادی توی هزینه سرمایه شما، اقتصاد شما داره. توی سولانا ما 1/100 کارمزد پرداخت میکنیم که حالا بریم جلوتر میگم 1/100 هم به چه صورته و حتی گاهی وقتا میتونید بهتون برگرده. خب این
اولی دلیل اقتصادیش که هزینه گسش در مقابل با ارز اتریوم خیلی متفاوته، پس ما خیلی راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم به جای اتریوم. دلیل دوم ایمن بودنشه. سولانا بسیار ایمنه و اگه پروژه بسیار قوی استفاده میکنه و با خیال راحت میتونید از نظر اینکه خب خیلی مسائل امنیتی رو رعایت میکنه بهش اطمینان کنین و بهش نگاه کنید و توجه داشته باشید. دلیل دیگه ای که ما برای ارز سولانا به شما معرفی میکنیم اینه که با هر مقدار کمی شما میتونید در این ارز استیک کنید. استیک کردن رو توی یک از ویدیوها براتون توضیح دادیم. افرادی هستن که میخوان مثلا بیان الان 1000 دلار یه ارزی رو بخرن یا 5 تا ارزی رو بخرن، 5 تا 200 دلار 5 تا ارز بخرن بذارن توی کیف پولشون، میگن ما میخوایم سال 2025 2023 2030 بهش توجه کنیم. خب شما به جای که این ارز رو بذارید توی کیف پولتون میتونید استیک کنید به مدت 30 روز، 15 روز، 30 روز، 60 روز، 90 روز، اینا بستگی داره که چه آپشنی برای شما اون روز موجود باشه. استیک کنید، یه سودی به شما برمیگرده و دوباره بعد از یه مدت میتونید دوباره بذارید برای استیک کردن. گاهی وقتا صرافی ها به شما این امکانه میدن که مثلا ما برای ارز میخوایم به شما برای مدت 15 روز مثلا 30% سود بدیم یا 40% سود بدیم یا 10% بدیم. خب پس تو این یک سال، دو سال یا 6 ماه شما به جایی که فقط تو کیف پولتون نگه دارید میتونید استیک هم بکنید که همزمان هم یه مقدار بهش اضافه بشه. حالا بعضی از ارزها مقدار برای شما میذاره، مثلا برفرض مثال میاد میخواید لینک رو استیک کنید، میاد میگه خب شما باید حتما 20 دونه داشته باشید، مثال زدم حالا، یا یه ارز دیگه میاد میگه که زیر 10 تا نمیشه، زیر یه دونه نمیشه. ولی توی سولانا خوبیش اینه که هر چقدر ارز شما کم باشه این اجازه رو به شما میده استیک کنید. خب این یه شانس خوبه، چون شاید بعضی نکن مقدار زیادی بخرن، 10 تا بخرن، شاید بخواین یه دونه بخرن، دو تا بخرن، یه نصفه بخرن، 20% یه ارزی رو بخرن، پس باز این شانس رو دارن که استیک کنن در موردش. این خب یه دلیل دیگه ای که ما سولانا رو معرفی میکنیم. یکی دیگه دلیلش اینه که این ارز سولانا به شدت جذاب بود برای دنیای دیفای. پروژه‌هایی که توی دیفای همکاری داشتن و کار می‌کردن در مدت بسیار کوتاهی اومدن سمت ارز سولانا و شروع کردن باش همکاری کردن. شما اگه همکاری یک پروژه رو، ما بهش میگیم اکوسیستم، همکاری پروژه‌های زیادی با یک ارز رو اگر ببینید به اون مجموعه میگیم اکوسیستم. اگر اکوسیستم سولانا رو ببینید میبینید در مدت بسیار کمی پروژه‌های خیلی زیادی تو دنیای بلاکچین و دیفای اومدن و دست همکاری دادن به سولانا و باهاش همکاری کردن، که این نشون میده که افراد یا سازمان ها یا بلاکچین ها متوجه شدن که چه آینده خوب و درخشانی داره و حاضر به همکاری شدن در مدت کوتاه، نه در مدت 3 سال، 4 سال، 5 سال، در مدت بسیار زمان کوتاهی حاضر به همکاری شدن و جذب شدن، که پلتفرم هایی بودن، صوتی تصویری بودن یا اوراکل ها بودن، خیلی پلتفرم های متفاوت بودن که همشون اومدن و جذب این پروژه شدن. اشکالی که این پروژه داره میشه جز به ایرادا بگیریم اینه که هنوز کامل نشده، هنوز در حال اینه که بهتر بشه، بهبود پیدا بکنه، رشد بکنه. و امروز که ما میایم به شما میگیم که ارز سولانا به این دلیله و انتخابش میکنیم، چون در حال حاضر ما ارز دیگه ای نداریم، پروژه دیگه ای نداریم که این اهداف رو داشته باشه، ولی ممکنه 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه یکی از ارزهایی که الان داریم یا ارز جدیدی که بیاد همین هدف رو بیاد انجام بده با بهبود بیشتر و کارایی بیشتر، پس مسلمه از سولانا میزنه جلو. ولی در حال حاضر اهدافی که سولانا داره ارز دیگه ای نداره، بلاکچین دیگه ای نداره و تا به امروز بسیار موفق بوده. اگر بتونه
وقتی که اتریوم 2 آپگریدش تموم بشه و اگر واقعا بتونه مشکلاتش رو برطرف بکنه، اون هزینه گسش رو بیاره پایین، سرعت تراکنشش رو ببره بالا، چون توی سولانا اگر درست بگم حالا عددو حدود 60 یا 65000 تا تراکنش ما میتونیم در ثانیه انجام بدیم در سولانا، در صورتی که در اتریوم همچین چیزی نیست با هزینه 1/100 در سولانا. حالا اومدیم و اتریوم آپگرید کرد خودش و تونست این به سولانا برسه یا بزنه جلو، خب مسلما ارزش خودش رو حفظ میکنه. ولی اگر اتریوم نتونه این مشکل رو حل بکنه، اون موقع سولانا میشه قاتل اتریوم و چون باش در حال رقابته میزنه جلو، 100% میزنه جلو اگر اتریوم نتونه مشکلش رو حل کنه. پس ریسکش پایینه و ارزش داره که بهش نگاه کنیم، در موردش مطالعه کنیم و همیشه اخبارش رو دنبال کنیم، چون دلیل بالا رفتنش موفقیتشه. و اگر که مطمئن بودیم همچنان در حال موفقیته و میتونه از اتریوم بزنه بالا، 100% در آینده حالا دور یا نزدیک جای اتریوم رو میگیری و ازش میزنه بالا. اینم دلیلی که من امشب میگرفتم سولانا رو به شما بگم، مخصوصا توی همچین روزایی که قیمتش واقعا پایینه و قیمت خوبی داره. عزیزان اینم از رمز ارزهای امشب، ارزهای بنیادی، در کنارش حالا اطلاعات دیگه هم که تونستم برای شما عزیزان گفتم. امیدوارم مفید بوده و دوست داشته باشین. باز هم از ته قلبم از شما تشکر میکنم، سپاسگزارم بابت حمایتاتون و اینکه کانال مارکت نیوبی رو حمایت میکنید و همراه ما هستید. امیدوارم هر جا که هستید تندرست باشید. بدرود. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیوبی داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و, و خبر داشته باشید، و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوب مارکت نیوبی بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیش هم یوتیوب براتون هندل میکنه. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلیپ خصوصی یوتیوبی مارکت نیوبی چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید، حتما قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی ارائه میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیوبی در انتظار شماست.